بله، رابطه ما با آقای دکتر علی عسکری رابطه خوبی هستش. معمولا هم بنده هم اعضای دیگر دولت یه رابطه نزدیک دارن. ایشون هم من باید اینجا شهادت بدم که تلاش خودشون رو مرتب دارن انجام میدن، پیگیری میکنن هر موضوعی که به ایشون منتقل شده، موضوعات رو پیگیری میکنن، صادقانه هم کار میکنن. در ارتباط با این مستند، من این مستند رو ندیدم، هیچ قضاوتی الان نسبت بهش ندارم، ولی نکته شما نکته درستی هست، نه برای ایران، برای هر جای دیگری. وقتی که کشوری با یک هجمه گسترده خارجی مواجه هست، وقتی که ما با یک جنگ اقتصادی اونم از کشوری مثل آمریکا مواجه هستیم، طبیعی هست باید ما به گونه ای رفتار بکنیم که آدرس غلط به دشمن ند. پیامی که از ایران باید به خارج منتقل بشه باید پیام وحدت باشه، هم فکری باشه، انسجام باشه. امیدوار هستم که هم ما در دولت و هم ارگانهای دیگر همه این کارو بکنن. برای مثال ما دو وزیر معرفی کردیم به مجلس محترم. حق مجلس هستش که همه جوره بررسی بکنه، اطمینان کسب بکنه. ما دیروز شاهد این بودیم که در مجلس کاملا مجلس به وظیفه خودش عمل کرد، دولت به وظیفه خودش عمل کرد، ولی نتیجه اون رأیی که داده شد یک پیام بسیار مثبت بود از نظر همبستگی بین مجلس و دولت. این اقتدار کل نظام ما رو میرسونه. این علامت هایی که وقتی از ایران میره به کشورهای مختلف، یعنی این که شما نمیتونی که در داخل ایران تفرقه به وجود بیاری برای اینکه به اهدافت برسی. روی این حساب من فکر میکنم که ما باید همه ارگانها، همه قوا و صدا و سیما و همه باید به دنبال این باشیم که تو این موقعیت انسجام خودمونو بیشتر بکنیم. دولت با انتخابات الکترونیکی موافق است و فکر میکنیم که این باعث میشه که جلوی برخی از اشتباهات گرفته میشه، برخی دخالت‌های کارگزارایی که بالاخره نظراتی میخوان اعمال بکنن دیگه نمیتونن اعمال بکنن و برای هویت خیلی خوب هست. من فکر میکنم که دولت به جد اعتقاد داره که هرچی ما انتخابات رو به سمت الکترونیکی ببریم رأی مردم بیشتر حفظ میشه. آقای گفتم چون این صندوق ها ایراد در انتخابات ریاست جمهوری اون اول صبح صفحه تشکیل شد. حالا اون ببین مسائل فنی رو که باید همون خود وزارت کشور و با شورای نگهبان با هم توافق کنن حل کنن، دارن مذاکره میکنن. من گزارشی که جناب آقای رحمانی فضلی هم تو دولت دادن هم بیرون دولت با هم صحبت کردیم، خوب دارن تو این زمینه کار میکنن. ولی به هر حال در این که آقای وزارت کشور ما و شورای نگهبان باید به یک نه ارتباطات تو تصمیم گیری دخالت نمی کنه، توی پشتیبانی دخالت می کنه، یعنی پشتیبانه. نه من پشتیبان بودم، من هنوزم اعتقادم بر اینه که ما در وزارت ارتباطات باید همه امکانات رو فراهم بکنیم برای اینکه این انتخابات الکترونیک انجام بشه، ولی تصمیم گیری بین وزارت کشور و شورای نگهبان.